عرض سلام ادب دارم خدمت یکایی که دوستان عزیز. مهران هستم از سیلسیوم داتا یار، جلسه 3 دوره آموزش جنگو. توی این جلسه و حالا چند جلسه بعد میخوام یک مورد پیشرفته توی جنگو رو شروع کنیم، حالا باش آشنا بشید، به نام کلاس بیس ویو ها، یا حالا مثلا جنریک ویو ها. این کلاس بیس ویو ها چی هن؟ اینا اومدن یک سری شورت کات هایی رو ایجاد کردن به صورت کلاس و شما میاید به جای اون توابعی که توی ویو خودتون می نوشتید، میاد از این کلاس بیس ویو ها استفاده می کنید. یعنی شما به جای اینکه توی مثلا فایل بلاگ ویوز بیاید خودتون یه همچین تابعی بسازید و یک سری اعمال و کارها رو بکنید، اومدن یک شورتکات هایی رو ساختن، گفتن یک کلاسی هست، بیا مثلا از اون کلاس استفاده کن و همین اطلاعات رو نمایش بده. من خودم بیشتر ترجیحم استفاده از همین شیوه است که بهتون یاد دادم، یعنی خودتون بیاید تابعی بنویسید. کلاس بیس ویو ها یه جاهایی خیلی سریع ترند، میبینید توی دو خط کد مثلا کار 7-8 خط کد رو انجام دادید و بعضی جاها خیلی خوب ازشون استفاده کردن، ولی یک سری قوانین و محدودیت هایی هم طبیعتا دارند. خب بهترین روش برای خود یاد گرفتن جنگو استفاده از داکیومنت های جنگو. من میگم جنگو جنریک ویوز، خب دو تا لینک میاره، همین اولی و دومی. اولی اینا حالا جنریک دیسپلی ویو هستن، دو تا از معروف ترین کلاس بیس ویو هامون اینجا هستن، یکی دیتیل ویو هست و یکی هم لیست ویو. لیست ویو هست. دیتیل ویو کجا به درد میخوره؟ همون جایی که شما روی لینک مقاله میزدید و میرفتید صفحه لینک مقاله و اونجا مقاله رو میدیدید و میخوندید. ما اونجا اسم تابعش رو گذاشته بودیم دیتیل. شما میتونید به جای استفاده از تابع دیتیل که من واسهتون حالا اونجا کد زدم، بیاید از دیتیل ویو استفاده کنید. اما در مورد لیست ویو ها، اینا هم توی مثلا بخش هوم که شما میخواستید لیست مقالات رو نشون بدید، یا بخش کتگوری که میخواستید لیست مقالات یک کتگوری رو نمایش بدید، اونجا میتونه کاربرد داشته باشه. اینا خودشون حالا یک سری متغیرها دارند، یک سری متدها دارند، اینجا هم مثالش رو میبینید، میتونید ازشون توی پروژهاتون استفاده کنید. حالا من برای شروع میام پروژه خودم، میخوام این بخش هومی که هست، خب اینو با یه دونه لیست ویو جایگزین کنم. خب اولین خط کد اینه که شما بیاید همچین کدی رو اضافه کنید و اصطلاحاً لیست ویو رو ایمپورت کنید به پروژه‌تون. میتونید این عبارت لیست رو هم از اینجا پاک کنید، همینطور بنویسید جنگو ویوز جنریک ایمپورت کن لیست ویو. خب من این بخش رو کامنت میکنم فعلا، زیرش می نویسم کلاس آرتیکل لیست که میاد از اون لیست ویومون ارث بری می کنه. خب اینجا من حالا متغیرهای مختلفی هست، ساده ترین حالت این که من بگم مدل و اسم اون مدلم رو بهش بدم، یعنی آرتیکل همین. یعنی من اگر اینو سیو کنم میتونه با استفاده از قوانین دیگه که بهتون میگم واسم لیست مقالات رو بیاره. این حالت چه مشکلی داره؟ اولین مشکل اینه، اگه یادتون باشه من کوئریم به این صورت بود: article objects published، یعنی میخواستم اونایی که پابلیش شدن رو نمایش بده. اگر شما همینطور بنویسید مدل مساوی article، میاد که همه مقالات رو بدون هیچ قاعده‌ای بهتون نشون میده. پس این زیاد به درد من نمیخوره، من اینو کامنتش میکنم، میام از دومین متغیر که حالا کوئری ست هست استفاده میکنم. میخوام کوئری خودم رو واسهش ست کنم، میگم کوئری ست مساوی باشه با همین آرتیکل آبجکتس پابلیشت. این حالت میاد میگه که خب آره، مقالاتی که پابلیش شده هستن از منیجر خاصه که من براشون تعریف کردم استفاده میکنه، بیا اونا رو نمایش بده. خب این شد حالت اول. بعدش شما مثلا میتونید اون تمپلیتی که هست رو مشخص کنید، یعنی بگید که بیا کدوم قالب رو بخون. یعنی من مثلا باید میگفتم تمپلیت آندرلاین نیم مساوی باشه با این مسیر،
خب شما اینو باید مشخص کنید. اگر مشخص نکنیدم مشکلی پیش نمیاد. طبق یه قواعدی میتونید نامگذاری کنید تمپلیت هاتون رو و خود جنگونو رو پیدا کنید. حالا بهتون میگم جلوتر. من باز اینو هم کامنت میکنم میارم بالا چون بهش نیاز ندارم. ولی میتونید اگر بخواید استفاده کنید. موضوع بعد کانتکست آبجکت. ببینید شما گفتید که آرتیکلز رو واسه هم بفرست، یعنی یک کانتکستی باشه که توی بذارید نشون بدم بهتون این بخش. بیا مثلا این آرتیکلز رو بگیر واسه هم. اگر از کلاس بیس ویو ها استفاده کنید و فقط همین رو بنویسید، خودش میاد یک نامی رو که از قبل تعیین کرده اونو واسه تون به عنوان کانتکست میفرسته به تمپلیتتون. حالا شما اگر بخواید که من استفاده نخواهم کرد، میتونید یک متغیر دیگه تعریف کنید تحت عنوان کانتکست آبجکت و حالا بیایید اون مقداری که میخواید رو بهش بدید، مثلا بگید آرتیکلز باشه. خب ولی خب من فعلا به اینم نیاز ندارم. آخرین مورد که توی این موضوع و این مورد بهش نیاز دارم پیجینیشن هست، یعنی می‌نویسم پیجینیتد underline by و اون عدد 6 رو که اینجا مشخص کرده بودم بهش میدم. یعنی همین دوتا برای کار کردن این کلاس بیس ویو من کافی هم. ولی خب تنظیم ها و آپشن های خیلی بیشتری هم هست که هنوز بهتون نگفتم و از اونا میتونید به موقعش و اونجایی که نیاز دارید استفاده کنید. من همین رو سیو میکنم، این آرتیکل لیست که هست اینو میارم فایل URLs. اینجا گفته بودیم هم، من این هوم رو با آرتیکل لیست عوض میکنم. اینجا هم که این دوتا داشتم به متد هوم اشاره میکردم، اینا هم باز میکنم آرتیکل لیست. فقط این یه دونه کلاسه، برای اینکه بتونید به عنوان ویو ازش استفاده کنید می‌نویسم دات از underline view پرانتز باز و بسته. سیو میکنم، سرورم رو استارت میکنم و پروژم رو باز میکنم. خب ببینید اولین ارور چیه. میگه که template doesn't exist at block. میگه من میخوام template article underline list رو لود کنم، پیداش نمی کنم. شما دوتا حالت دارید، یا اینکه این template رو خودتون بیاد اسمش home رو یعنی اینو تغییر بدید به این نام تا کار کنه، یا اینکه بیاید از همین variable که گفتم template نیم یا بیاید از این استفاده کنید. حالا من اینو از کامنت در میارم، یه بار ریفرش میکنم، میبینم خب داره اون تمپلیت رو واسه هم اجرا میکنه. مهم نیست حالا اطلاعات رو نیاورده، میگم مشکلش چیه. ولی حالا من نمیخوام از این استفاده کنم، میام از قاعده ای که کلاس بیس ویو ها به هم میگن استفاده میکنم. یعنی میگم اسم قالب هم رو بکن آرتیکل underline list. بعد هیچی دیگه رفرش میکنم و واسم این مقاله رو میارم، اما پست ها رو واسم نیاورد. چرا؟ چون من توی این قسمت نوشتم که بیا آرتیکلز رو واسم بگیر. خب این نمیدونه آرتیکلز چیه. من اینو از کامنت در میارم، سیو میکنم، یه بار رفرش میکنم، بازم نشون نداد. فکر کنم این کانتکست آبجکت underline name هست، یعنی اون اسمش رو من غلط نوشته بودم. حالا یه بار رفرش میکنم، میبینید که واسم مقالات رو هم آورد. اما مشکلی که اینجا هست اینه که من نمیخوام حالا بیام یه همچین خط کد اضافه ایم بدم، میخوام از قواعدی که توی جنگو هست استفاده کنم. خب جنگو به صورت پیشفرض اسم کانتکستش چیه؟ اینجا من نوشتم آرتیکلز باشه. به صورت پیشفرض اینه object underline list، به همین سادگی. یعنی اگر من به جای آرتیکلز بنویسم object underline list، طبیعتاً انتظار دارم که این کار کنه واسم. میبینید دوباره کار میکنه و بدون مشکل. اینجا باید این پیجینیشن هم انجام میشد. فکر کنم من یه غلط املایی شاید دارم، فکر میکنم این پیجینیت underline by هست. یه بار رفرش میکنم و بله میبینم داره 6 تا 6 تا واسم پیجینیت رو انجام میدم. حالا مثلا اگر این پیجینیت بای رو بکنم 3 تا، میبینم که داره 3 تا 3 تا واسم پیجینیت رو انجام میده. پس اینجا 2 تا غلط املایی داشتیم، یکی کانتکست آبجکت نیم بود که اینو من اشتباه
context object نوشته بودم. یکم این page name by هست، page named نیست. خب الان به نظر خوبه، ولی اینجا قسمت پیجنیشن نیومده. این مشکلش چیه؟ ببینید، ما اینجا گفتیم که اگر آرتیکلز، ای بابا ما که آرتیکلز نداریم، چی بنویسیم؟ بنویسیم به جاش مثلا آبجکت لیست. خب اینم کار نمیکنه. وقتی شما از کلاس بیس ویو ها استفاده میکنید، خودش میاد یک کانتکست رو ایجاد میکنه به نام پیج اندرلاین او بی جی، یعنی همون پیج آبجکت. و شما میتونید از طریق همین پیج آبجکت به همون گزینه های قبلی هم دسترسی داشته باشید. یعنی من همین پیج آبجکت رو اینجا هم که نوشتم آرتیکلز جایگزین میکنم و سیف میکنم و میام به پروژم یه بار ریفرش میکنم، میبینم که این بخشم دوباره برام برگشت. این لینکش هم به نظر درسته. یعنی میام پیج دو، خب پیج سه، میبینید دو چهار، پیج چهار، پیج پنج، و حالا اینجا تموم شد. خب اینم از این. یه چیزی هم حالا الان یادم افتاده و بهتر که اینم اینجا بهتون بگم. یه کانتکسی هست تحت عنوان is underline paginated. اون میاد اول چک میکنه ببینه که آیا این کلاس بیسی که ما داریم، کلاس بیس ویوی که داریم، اصلا پیجینیت شده هست یا نه، یعنی اصلا پیجینیشن داره یا نه. من میتونم کل این بخش رو داخل اون شرطم بذارم. اول بیاد چک کنه ببینه که آیا پیجینیشن داریم یا نه. اگر نداشتیم خب اصلا اینجا رو نخونه، اگر داشتیم هم بیاد اجرا کنه. پس من اینو یه لایه میبرم داخل، اون شرط رو می‌نویسم if is underline paginated. خب اینجا شرطم رو میبندم و میام کدام رو هم اینجا برمیگردونم. خب و سیوش میکنم و همین. فکر کنم الان چه مشکلمون؟ خب اینو من پنجش کردم، بکنمش سه و یه بار رفرش میکنم، پیج نیشن هم داره به درستی و اونطور که باید و شاید کار میکنه. خب جلسه بعد میریم دیتیل ویو رو هم کار میکنیم و بعد اون لیست ویوی کتگوری ها رو هم کار میکنیم. پس فعلا